سرخط خبرها: تعداد زیاد از فرماندهان طالبان تاجیک و هزاره به جبهه مقاومت ملی پیوستند. گزارش سیگار: اشرف غنی کمتر از $1,000,000 با خود برد، $5,000,000 محافظانش برداشتند. انس اقانی: جنگ، بیسوادی و رشد جمعیت سبب افزایش فقر در افغانستان شده است. یک سراف در شهرهای سمنگان بلخ کشته شد. یک تاجر در بلخ ربوده شد. با یاد خدا به یک دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. تقاضا میکنیم چینل را سابسکرایب کنید. گزارش سیگار: اشرف غنی کمتر از $1,000,000 با خود برد، $5,000,000 را محافظانشان برداشتند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید اشرف غنی هنگام فرار از کابل چیز کمتر از $1,000,000 را با خود برده است. بیشتر گزارش شده بود که او نزدیک به $170,000,000 با خود برده است. سیگار میگوید پس از فرار آقای غنی، محافظان او حدود $5,000,000 را میان خود تقسیم کردند. بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش جدید خود میگوید آقای غنی و همراهانش مقدار پول را با خود بردند، اما این رقم کمتر از $1,000,000 حدود $500,000 بوده است. رئیس جمهور فراری افغانستان اتهام بردن پول را از اساس رد کرده بود. آقای غنی که به امارات رفته بود گفت من فقط با یک واسکت و چند دست لباس رفتم. این اتهامات دروغ های بی اساس است. جان سپکو در این گزارش که به مجلس و کنگرس امریکا فرستاده گفته است که بیشتر این پول ها مربوط به بودجه عملیاتی حکومت افغانستان بود و به طور معمول در ارگ ریاست جمهوری نگهداری می شد. طبق این گزارش این مقدار پول نزد همه افراد بود که در هلیکوپترهای عامل اشرف غنی و همسرانش از کابل فرار کردند. انس اقانی: جنگ، بیسوادی و رشد جمعیت سبب افزایش فقر در افغانستان شده است. انس اقانی از اعضای برجسته دولت طالبان و مشاور سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی آنها، جنگ، بیسوادی، تراکم جمعیت، ضعف حکومت‌ها و تغییر اقلیمی را از عوامل عمده افزایش فقر در افغانستان عنوان می‌کند. این در حال است که پس از سقوط حکومت غنی و روی کار آمدن حکومت طالبان، اقتصاد افغانستان دچار فروپاشی شده و بر اساس آمار سازمان ملل، گرسنگی جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند. این عضو برجسته شبکه اقانی امروز سه‌شنبه 17 جوزا در نشستی که به منظور ارزیابی وضعیت فقر، آموزش و تحصیلات عالی که از سوی وزارت معارف طالبان در کابل برگزار شده بود گفت که در کنار حل مشکلات اقتصادی نیاز از برنامه‌های برای رفع بیسوادی نیز روی دست گرفته شود. تلویزیون ملی، رسانه تحت اداره طالبان، به نقل از انس اقانی گفته است ملت ها در نبود سواد کافی با مشکلات مختلف از جمله فقر روبرو خواهند بود. این در حال است که کمیته بین المللی صلیب سرخ به تازگی خواستار بسیج بین المللی برای رسیدگی به فقر فاجعه بار در افغانستان شده است. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گوید که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میلیون ها انسان را به فقر می کشاند که به گفته او این بحران بدون بسیج بین المللی مهار نمی شوند. یک سراف در شهرهای سمنگان بلخ کشته شد. یک سراف در شهرهای کابل بلخ در مربوطات ولسوالی ولایت سمنگان از سوی دزدان مسلح با ضرب گلوله به قتل رسیده است. منابع محلی روز دوشنبه 16 جوزا به روزنامه 8 صبح می گویند کاجی احمد سراف در مربوطات ربابک شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به قتل رسیده است. این منابع تصریح می کنند که موتر این سراف از سوی افراد مسلح ناشناس در این منطقه توقف داده شده و بعد از گرفتن $80,000 از سوی دزدان به گلوله بسته شده است. تا
طالبان در سمنگان تا اکنون در پیوند به این رویداد جزئیات ارائه نکردند و نیز از بازداشت و توقیف عاملان آن اطلاعی ندادند. یک تاجر در بلخ ربوده شد. منابع محلی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ از ربوده شدن یک تاجر و رئیس شرکت تولیدی تاج طلایی خبر می دهند. این منابع می گویند که افراد مسلح ناشناس خواجه صدیق صدیقی رئیس شرکت تولیدی تاج طلایی و فعال در عرصه واردات تولید گوشت مرغ را قبل از ظهر روز دوشنبه 16 جوزا ربودند. در همین حال محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در بلخ با تایید این رویداد میگوید که آقای صدیقی صبح امروز از سوی آدمربایان مسلح از مربوطات حوزه چهارم امنیتی ربوده شده است. و گفته او زمانی که صدیقی دختر 5 ساله خود را به مکتب میبرده از سایه چوک بابا یادگار ربوده شده است. تا اکنون از سرنوشت این بازرگان خبری نیست. همچنان تازه 26 طالب تاجیک و هزاره تسلیم جبهه مقاومت شدند و حمایت خود را از جبهه مقاومت میندی اعلام کردند و در پیام خود از همه طالبان خواستند که برای منافع پاکستان نجنگند و همه باید تسلیم شوند و مقادر زیاد اسلحه و مهمات را به جبهه مقاومت تحویل دادند. سازمان ملل کشتار تاجک ها را در افغانستان جدی بگیرید. ده ها استاد دانشگاه، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعال سیاسی و اجتماعی، نویسنده و دیپلمات افغانستان در نامه خطاب به گودریج جبریکل سازمان ملل متحد نگرانی شدید خود را نسبت به اقدام های خشونت آمیز طالبان علیه جوامع تاجک در مناطق شمالی پنجشیر، مناطق اندراب و خود در ولایت بغلان و منطقه ورسج ولایت تخار اعلام کردند. در این نامه سرگشاده که به امضای 60 نفر رسید آمده است، مدارک و شواهد اقدام‌های خشونت‌بار طالبان با ویدیو و صدا و همچنین گزارش‌های ساکنین محلی مستند شده است. نویسنده‌های این نامه می‌گویند اقدام‌های خشن طالبان از جمله اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، گروگانگیری، سوزاندن خانه‌ها، کوچ‌دادن اجباری افراد و شکنجه غیر نظامی ها مثل زنها و کودکان در دستبندی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت طبقه بندی می شود. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.